بسم الله الرحمن الرحیم به زودی بی خردان از مردم می گویند چه چیز آنها را از قبلشان که بر آن بودند بازگردانی بگو مشرق و مغرب از آن خداست و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند و همچنین شما را امت میان قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد و ما آن قبل ای را که بر آن بودی قرار دادیم مگر برای این که بدانیم کسی را که از پیام بر پیروی می نماید از کسی که بر پاشنهای خود به عقب باز می گردد و اگر چه این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار است و خداوند هرگز ایمان شما را زایع نمیگرداند. گرداند همانا خداوند نسبت به مردم رعوف مهربان است به تحقیق ما گرداندن روی تو را به سوی آسمان می بینین. اکنون تو را به سوی قبل ای که به آن خوشنود شبی باز می گردانین. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد به خوبی می دانند این تغییر قبل حق است و از جانب پروردگارشان می باشد و خدا از آنچه می کنند قافل نیست و اگر برای آنان که کتاب به دیشان داده شده هر گونه نشانه و حجتی بیاوری از قبله تو پیروی می و تو نیز از قبله آنان پیروین نخواهی کرد و برخی از آنان هم از قبله برخی دیگر پیروی نمی کنند و اگر بعد از آنکه علم و دانش به تو رسیده است از خواستها و آرزوهای آنان پیروی کنی در این صورت مسلما از ستمکاران خواهی بود کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم او را می شناسند که فرزندان خود را می شناسند و همانا گروهی از آنان در حالی که می دانند, حق را کتمان می کنن. حق از جانب پروردگار تو است پس هرگز از شک کنندگان مباش و برای هر یک جهتی است که هنگام نماز بدان رو می کند پس در نیکی ها بر یک دیگر سبقت بگیری هر جا که باشید خداوند همه شما را حاضر می کند همانا خداوند بر هر چیزی تواناست و از هر جا که بیرون شدی پس به هنگام نماز روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و به درستی که این رو کردنت حقی از جانب پروردگارت است و خداوند از آنچه می کنید قافل نیست و از هر جا که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و ای مؤمنان هر جا که بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز کسانی از ایشان که ستم کردند بر شما حجتی نداشته باشند پس از آنها نترسید و از من بترسید و تا نعمت خود را بر شما تمام کنم و باشد که هدایت شوید چنانکه که پیامبری از خودتان در میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاک میگرداند و به شما کتاب و حکمت میآموزد و آنچه نمی دانستید به شما یاد می دهد. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و سپاس مرا گویید و ناسپاسی من نکنید ای کسانی که ایمان آورده اید از شکیبایی و نماز یاری بجویید که همانا خداوند با شکیبایان است و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید بلکه آنان زنده اند ولی شما نمیفهمیم و قطعا شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش مالها و جانها و میوهها آزمایش می کنیم و مژده بده به صبر کنندگان آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند هدایت یافتگان همانا صفا و مروه از شعائر خداست پس هر که حج خانی خدا کند و یا عمره انجام دهد بر او گناهی نیست که میان آن دو تواف کند و کسی که به رغبت خود کاری نیکی را انجام دهد پس به درستی که خداوند سپاسگزار داناست همانا کسانی که آنچرا که از دلائل روشن و هدایت نازل کرده این بعد از آنکه آن را در کتاب تورات برای مردم بیان نمودیم کتمان می کنند خدا آنها را لعنت می کند و لعنت کنندگان آنها را لعنت می کنند. مگر کسانی که توبه کردند و اعمال خود را اصلاح نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند پس اینانند که توبه ایشان را می پذیرم و من توبه پذیر مهربانم همانا کسانی که کافر شدند و در حالی که کافر بودند مردند لعنت خدا و فرشتگان به همه مردم بر آنها خواهد بود در آن لعنت جاودان باقی میمانند و نه عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه ایشان مهلت داده می شود. و خدای شما خداوند یگانه است که غیر از او معبودی نیست بخشنده مهربان است همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود میرساند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین به آسمانها ها مسخرند بیگمان نشانه است برای مردمی که تعقل می کنند و می اندیشن. و از مردم کسانی هستند غیر از خداوند همتایانی را انتخاب می کنند و آنها را مانند دوست داشتن خدا دوست می دارند و کسانی که ایمان آورده اند خدا را بیشتر دوست می دارند. کسانی که ستم کردند اگر می دیدند هنگامی که عذاب را مشاهده می کنند که تمام قدرت از آن خداست و اینکه خداوند سخت کیفر است هنگامی که رهبران گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جویند و عذاب را مشاهده می کنند و روابط به پیوندشان گسیخته شود و در این هنگام پیروان می گویند کاش برای ما بازگشتی به دنیا بود تا از آنها بیزاری جوییم همان گونی که آنان از ما بیزاری جستند این چون این خداوند کردارهایشان را به صورت حسرتزایی به آنان نشان می دهد و هرگز از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد ای مردم از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید چرا که او دشمن آشکار شماست او شما را فقط به بدی و زشتی فرمان میدهد. و این که به خداوند نسبت دهید آنچه را که نمیدانید و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید میگویند نه بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میکنیم آیا اگر پدران آنها چیزی نمیفهمیدند و هدایت نیافتند باز هم کورکورانه از آنها پیروی میکنند مثل کسانی که کافر شدند همچون مثل کسی است که چیزی را که جز صدا و ندایی نمیشنود بانگ میزند این کافران کر گنگ و نابینا هستند و از این رو نمی ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که روزی شما کرده این بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر تنها او را می پرستید. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام زب نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام کرده است و اگر کسی ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد پس گناهی بر او نیست همانا خداوند آمرزنده مهربان است به راستی کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب آسمانی نازل کرده و آن را به بهای اندکی می فروشند آنها جز آتش چیزی نمیخوردند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی برای آنها عذاب درد است اینان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به بهای آمرزش خریدند پس بر آتش چه شکیبا هستند این به خاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق نازل کرده است و کسانی که در آن اختلاف کردند در ستیزی دور هستند نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی و گار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند به کسانی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکی بایند اینها کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگارانند ای کسانی که ایمان آورده اید در مورد کشتگان حکم قصاص بر شما نوشته شده است آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن پس اگر کسی از سوی برادر دینیش چیزی به او بخشیده شد باید از راه پسندیده پیروی کند و قاتل نیز به نیکی دیه او را بپردازد این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن تجاوز کند او را عذاب درد است و ای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی است باشد که شما تقوا پیشه کنید بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرارسد اگر مالی از خود به جای گذارده برای پدر و مادر و خیشاوندان بینیکی وسیعت کند این حقی است بر پرهیزگاران پس هر کس که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهد به درستی که گناهش بر کسانی است که آن وصیت را تغییر میدهند همانا خداوند شنوای داناست پس کسی که از بی ادالتی وسیعت کننده یا از گناه او بترسد انگاه میان آنها را اصلاح نمود پس گناهی بر او نیست به درستی که خداوند آمرزنده مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید روزه در روزهایی معدود و اندکی است پس هر کس از شما که بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر روزه بگیرد و بر کسانی که توانایی آن را ندارند لازم است کفاره بدهند و آن خوراک دادن به مسکی نیست و هر کس که به رقمت خود بیشتر نیکی انجام دهد پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزی گرفتن برای شما بهتر است آن چند روز محدود و اندک ماه رمضان است ماهی که قرآن در آن نازل شده است کتابی که راهنمای نمای مردم است و در بردارنده نشانه ها و دلایل آشکار و روشن از هدایت و جدا کننده حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را دریابد باید که آن را روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر بود پس باید به تعداد روزهایی که افتار کرده روزهای دیگر را روزه بگیرد خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد و تا شمار روزهای رمضان را کامل کنید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بدارید و باشد که شکر گذاری کنید و چون بندگانم از تو در باری من بپرسند بگو به راستی که من نزدیکم دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند خانت اجابت می کنم پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند باشد که راه یابند آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب و روز بر شما حلال گردیده است آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها خداوند میدانست که شما به خودتان خیانت می کردید پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید پس اکنون در شبهای رمضان می توانید با آنان آمیزش کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود سپس روزه را تا شب به پایان رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید این مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید خداوند این چونین آیات خود را برای مردم روشن می سازد باشد که پرهیزگار شوند و اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به حاکمان و قضات ندهید تا بخشی از انوال مردم را به گناه بخورید در حالی که شما می دانید این کار گناه است در باری های ماه از تو سؤال می کنند بگو آنها بیان اوقات برای مردم و تعیین وقت حج است و نیکوکاری آن نیست که در حال احرام از پشت خانه ها وارد شوید بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیش کند و به خانه ها از درهایشان وارد شوید و از خدا بترسید تا رستگار شوید و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند جنگ کنید و از حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد و آنها را هر کجا یافتید بکشید و از آنجا که شما را بیرون کرده اند آنها را بیرون کنید و فتنه از کشتن بدتر است و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید تا اینکه با شما در آنجا بجنگند پس اگر در آنجا با شما جنگیدند ایشان را بکشید سزای کافران چنین است پس اگر دست برداشتند بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است و با آنها جنگ کنید تا فتن باقی نماند و دین از آن خدا گردد پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روانی است ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت دارای قصاص است پس هر کس تعدی و تجاوز کرد همان گونی که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از خداوند بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خیش به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید و اگر باز داشته شدید به وسیله دشمن یا بیماری و غیره پس آنچه از قربانی فراهم شود و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت پس فدیه دهد از قبیل سه روز روزه یا صدقه خوراک دادن به شش مسکین یا قربانی کردن گوسفندی که میان فقرا تقسیم شود پس هنگامی که در امان بودید هر کس از عمر بهرمند گردد سپس اعمال حج را آغاز کند آنچه از قربانی برای او میسر شد زب می کند و هر کس نیافت سه روز در ایام حج و هفت روز هنگامی که باز گشتید روزه بگیرید این ده روز کامل است این حکم برای کسی است که خانواده او ساکن مسجد الحرام نباشد و از خدا بترسید و بدانی که خدا سخت کیفر است حج در ماه های معلوم و معینی است پس کسی که در این ماه ها حج را بر خود فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روانی است و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را میداند و توش برگیرید که بهترین توش پرهیزگاری است و ای خردمندان از من بپرهیزید گناهی بر شما نیست که در ایام حج با خرید و فروش از فضل پروردگارتان روزی طلب کنید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد و اگرچه پیش از آن از گمراهان بودید پس از آنجا که مردم کوچ می کنند کوچ کنید و از خداوند آمرزش بخواهید همانا خداوند آمرزندی مهربان است پس چون مناسک که حج خود را به جای آورید خدا را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار اینانند که از آنچه به دست آورده اند بهری دارند و خداوند سریع الحساب است و خدا را در روزهای معین و شمرده یاد کنید پس کسی که شتاب کند و در دو روز اعمال را انجام دهد گناهی بر او نیست و کسی که تأخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهد گناهی بر او نیست این رخصت برای کسی که تقبا پیشه کند و از خدا بترسید و بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد و از مردم کسی هست که گفتارش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت می اندازد و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه میگیرد و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است او هنگامی که روی بر می و می رود در راه فساد در زمین کوشش می کند. و کشت و نسل را نابود می سازد و خداوند فساد را دوست نمی دارد و چون به او گفته شود از خدا به ترس خود بزرگ بینی او را به گناه میکشاند پس جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است و از مردمان کسی هست که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به اسلام درایید و گام های شیطان را پیروی نکنید به درستی که او برای شما دشمن آشکار است پس اگر بعد از آنکه های روشن و آشکار برای شما آمد لغزش کردید بدانید که خداوند توانمند و حکیم است آیا جز این انتظار ندارند که خداوند در سایه های از ابرها به سوی آنان بیاید و نیز فرشتگان برای اجرای فرمان الهی بیایند و کار سر شود و کارها به سوی خدا برگردانده می شود از بنی اسرائیل بپرس چه انداز نشانه های روشن و آشکار به آنها داده ای و کسی که نعمت خدا را پس از آن که برایش آمد دگرگون کند همانا خداوند سخت کیفر است زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و مؤمنان را مسخری می کنند و حال آنکه پرهیزگاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند و خداوند هر کس را که بخواهد بیشمار روزی می دهد. در آغاز مردم یک امت بودند آنگاه خداوند پیامبران را مجد آورد و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب آسمانی را به حق نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند و تنها کسانی که کتاب به آنان داده شده بود پس از آن که نشانه های روشن به آنها رسیده بود به خاطر ستم و حسادتی که در میانشان بود در آن اختلاف کردند پس خداوند به فرمان خیش کسانی را که ایمان آورده بودند به آن حق و حقیقتی که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خداوند هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند آیا گمان کردید اید که داخل بهشت می شوید و حال آنکه هنوز بر سر شما نیامده است مانند آنچه که بر سر پیشینیان شما آمد سختی و زیان به آنها رسید آنچنان تکان خوردن تا که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند یاری خدا کی خواهد بود آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند بگو هر مالی که انفاق کردید پس برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است هر کاری نیکی که انجام دهید به درستی که خداوند به آن آگاه است جهاد در راه خدا بر شما واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه آن برای شما بهتر باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید حال آنکه آن برای شما بد باشد و خدا میداند و شما نمیدانید از تو در باری جنگ کردن در ماه حرام میپرسند بگو جنگ در آن گناه بزرگی است و باز داشتن از راه خدا و کفر برزیدن به او و باز داشتن از مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از آن نزد خداوند بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است و پیوسته با شما می جنگند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد پس آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است و آنان اهل آتش دوزخند و همیشه در آن خواهند بود به درستی کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان به رحمت خدا امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است از تو در باری شراب و قمار میپرسند بگو در آن دو گناهی بزرگ است و سودهایی برای مردم در بردارد و گناه هر دو از سودشان بزرگتر است و از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مازاد نیازمندی خود این چونین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد باشد که اندیشه کنید در دنیا و آخرت و از تو درباری یتیمان می پرسند. بگو اصلاح کردن کار آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید آنها برادران دینی شما هستند و خداوند تبهکار را از درست کار میشناسد و اگر خدا می خواست شما را به زحمت میانداخت به راستی که خداوند توانمند و حکیم است و با زنان مشک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشک بهتر است اگرچه زیبایی یا دارایی او شما را به شگفت آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشک در نیاورید تا ایمان بیاورند و قطعا برد ای با ایمان از مرد آزاد مشک بهتر است اگر چه زیبایی یا دارایی و موقعیت او شما را به شگفت آورد آنان به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و خدا به فرمان خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند. و آیات خود را برای مردم روشن می سازد باشد که متذکر شوند و از تو درباری حیز می پرسند بگو آن پلید و زیانبار است پس در حالت قاعدگی از زنان کناری گیری کنید و با آنها نزدیکی نکنید تا پاک شوند پس هنگامی که پاک شدند و غست کردند از همان جا که خداوند به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید به راستی که خداوند توبه کنندگان را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. زنان شما کشتار شما هستند پس هر گونه که بخواهید به کش زار خود درایید و توش ای برای خود از پیش بفرستید و از خدا بترسید و بدانید که شما او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده و خدا را دستاویز سوگند های خود قرار ندهید برای اینکه نیکی کنید و تقبا پیش سازید و در میان مردم آشتی دهید قسم یاد نکنید و خداوند شنوای داناست خداوند شما را به خاطر سوگندهایی هایی که بیهوده و بدون قصد یاد می کنید معاخزه نمی کند ولی شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده است معاخذ می کند و خداوند آمرزندی برد بار است برای کسانی که سوگند میخورند با زنان خود آمیزش نکنند چهار ماه انتظار است پس اگر بازگشتند همانا خداوند آمرزندی مهربان است و اگر تصمیم طلاق گرفتند به که خداوند شنوای داناست زنان مطلقه باید به مدت سه بار پاکی یا دیدن سه بار عادت ماهیانه انتظار بکشند و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند برای آنها روا نیست که آنچرا الله در رحمهایشان آفریده کتمان کنند و اگر شوهرانشان خواهان آشتی هستند برای بازگرداندن آنان به زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند و برای زنان حقوق شایسته است همانند حقوق و وظایفی که بر عهده آنهاست و مردان بر آنان برتری دارند و الله توانمند حکیم است طلاق رجعی دوباره است پس از آن مرد یا باید همسر را به طور شایسته نگاه دارد یا به نیکی رها کند و برای شما روا نیست که از آنچه که به آنان داده اید چیزی پس بگیرید مگر آنکه زن و شوهر بترسند که نتوانند حدود الهی را برپا دارند پس ای مؤمنان اگر ترسیدید که حدود الهی را برپا ندارند گناهی بر آن دو نیست که زن فدیه ای بپردازد و طلاق بگیرد اینها حدود احکام الهی است پس از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود الله تجاوز کند ستمگر است اگر شوهر برای بار سوم او را طلاق داد پس از آن زن برایش حلال نیست مگر اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر شوهر بعدی او را طلاق داد اگر دو همسر سابق میپندارند که حدود احکام الله را برپا میدارند گناهی آن دو نیست که با ازدواج مجدد به یکدیگر بازگردند اینها حدود الله است که آنها را برای مردمی که آگاهند و به اسلام ایمان دارند بیان می نماید و هنگامی که زنان را طلاق رجعی دادید و به پایان روزهای عده خیش رسیدند به شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی رهایشان سازید و آنان را به خاطر آزار و زیان رساندن نگه ندارید تا به حقوقشان تجاوز کنید و کسی که چنین کند قطعا به خود ستم کرده است و آیات الله را به سخره نگیرید و نعمت الله را بر خود و آنچرا که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می دهد به یاد بیاورید و از الله پروا کنید و بدانید که الله به همه چیز دانا و هنگامی که زنان را طلاق دادید آنگاه عده خود را به پایان رساندند آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود باز ندارید وقتی که به طرز پسندیده ای در بین خیش ترازی کنند این دستوری است که هر کس از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می شود و این دستور برای شما پربرکت و پاکیزه تر است و خدا می داند و شما نمی دانید و مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیر خارگی را تکمیل کند و برای آن کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک آنان را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد هیچ کس جز به اندازه تواناییش مکلف نمی شود نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند و مانند همین احکام بر وارث نیز لازم است پس اگر آن دوبار زایت و مشورت یک دیگر بخواهند کودک را زودتر از شیر باز گیرند گناهی بر آنها نیست و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایعی ای بگیرید گناهی بر شما نیست به شرط اینکه آنچه را که مقرر کرده اید به طور شایسته بپردازید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به آنچه انجام می دهید بیناست و کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی میگذارند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند پس هنگامی که مدت عده خود را به پایان رساندند در آنچه آنان به طور شایسته در باری خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خدا به آنچه می کنید آگاه است و گناهی بر شما نیست در آنچه که به طور کنایه از خواستگاری زنانی که در ادعه اند بر زبان آورید یا در دلهای خود پنهان دارید خدا دانست که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد ولی پنهانی با آنها وعده زناشویی ندهید مگر اینکه سخنی پسندیده به طور کنایه بگویید و تصمیم به عقد ازدواج نگیرید تا مدت مقرر به سر و بدانید که خداوند را که در دلهای شماست می داند. پس از مخالفت او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده برد بار است اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی نکرده اید و مهری برایشان معین نکرده اید طلاق دادید گناهی بر شما نیست و در این حالت آنها را بهره من سازید بر توانگر به اندازی توانش و بر تنگ دست به اندازی توانش هدیه ای شایسته است و این حکم بر نیکوکاران الزامی است اگر زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید در حالی که برای آنها مهری تعیین کرده اید پس نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها بدهید مگر اینکه آنان حق خود را ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد و تمام مهر را بدهد و اگر ببخشید به پرهیزگاری نزدیک تر است و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید به راستی خداوند به آنچه می کنید بیناست بر نمازها و بخصوص نماز میانه محافظت کنید و فروتنان برای خدا به پا پس اگر از دشمن و غیر ترسیدید در حال پیاده یا سواره نماز را به جای آورید پس هنگامی که ایمن شدید خدا را یاد کنید و نمازها را به تمام و کمال به جای آورید همانگونه که چیزهایی را که نمی به شما یاد داد و کسانی از شما که میمیرند و همسرانی به جا می گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بهرهمند سازند بدون آنکه از خانه شوهر بیرون کنند پس اگر بیرون روند درباره آنچه که آنان نسبت به خود به طور شایسته انجام می دهند از قبیل زینت دادن خود و ازدواج مجدد گناهی بر شما نیست و خداوند توانمند و حکیم است و برای زنان طلاق داده شده هدیه ای مناسب و شایسته بر شوهر لازم است این حقی است بر پرهیزگاران این چون این خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد باشد که بیندیشید آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در حالی که هزاران نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت بمیرید سپس آنها را زنده کرد همانا خداوند بر مردم بخشش و فضل دارد ولی بیشتر مردم شکر به جانمی آورند و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوای داناست کیست که به خدا قرض دهد قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند و خداوند است که روزی بندگان را تنگ و گشاده میسازد سازد و به سوی او باز گردانده می شوید. آیا ندیدی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسا هنگامی که به پیام بر خود گفتند پادشاهی برای ما انتخاب کن تا در راه خدا جنگ کنیم گفت شاید اگر جهاد بر شما مقرر شود در راه خدا جهاد نکنید گفتند چرا در راه خدا جهاد نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندان من بیرون رانده شده ایم پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد جز عده کمی از آنان همه سرپیچی و روی گردانی کردند و خداوند به ستمکاران آگاه است و پیامبرشان به آنها گفت همانا خداوند تالوت را به عنوان پادشاه برای شما مبعوث و انتخاب کرده است گفتند چگونه او بر ما پادشاهی کند با اینکه ما به پادشاهی از او سزاوار ترین و از مال دنیا بهره چندانی داده نشده است گفت به راستی خداوند او را بر شما برگزیده است و او را در علم و نیروی بدن وسعت و برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد میدهد و خدا گشایشگر داناست و پیامبرشان به آنها گفت همانا نشانی پادشاهی او این است که تابود عهد که در آن آرامشی از پروردگار شما و باقیمانده از آنچه آل موسا و آل هارون بر جای گذاشته اند قرار دارد در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد آمد مسلما در این نشانه ای برای شماست اگر مؤمن باشی. پس هنگامی که تالوت با لشکریان رحصه پار شد به آنها گفت همانا خداوند شما را به وسیله یک جوی آب آزمایش می کند پس هر کس از آن بنوشد از یاران من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از یاران من است مگر کسی که با دست خیش کفی از آب برگیرد پس جز ادیه کمی همگی از آن آب نوشیدند و هنگامی که او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند از کمی افراد خود ناراحت شدند و ادهی گفتند امروز ما توانایی مقابل با جالود و سپاهیانش را نداریم اما آنانی که به دیدار خدا یقین داشتند گفتند چه بسا گروه کوچکی که به فرمان خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند و خدا با برد باران است و هنگامی که برای مبارزه با جالوت و سپاهیانش به میدان آمدند گفتند پروردگارا بر دلهای ما صبر و شکیبایی فروریز و گامهای ما را استوار و ثابت بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان پس به فرمان خدا آنها را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند پادشاهی و نبوت را به او بخشید و از آنچه میخواست به او آموخت و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمیکرد کرد قطعا زمین تباه می گردید ولی خداوند بر جهانیان فضل و بخشش دارد اینها آیات خداست که ما آن را به حق بر تو می خانیم و به راستی تو از پیامبران هستی.